خب بیایم سراغ کلیپ سوم. واژه اول هست anniversary. تکرار بفرمایید anniversary. بچه ها انی ویژه ریشه سال هست که توی 504 داشتیم annual N-A-N-N ریشه سال رو برای من میسازه. ورس یعنی گردش. این آیی که این وسط هست بهش میگن فیلر بچه ها، یعنی باعث میشه این به این میگن یه مورفیم، اینم یک مورفیم هست که این دوتا مورفیم رو که میخوایم به هم وصل بکنیم یه فیلر یا پرکننده میذاریم که تلفظمون قشنگ بشه انیورس. حالا پسوند اسم ساز یا صفت ساز ARY رو گرفته و شده S. ببینید بچه ها، پسوند ARY هم S میسازه هم صفت. به بعضی از ریشه ها میچسبه میشه S، به بعضی ها میچسبه میشه چی؟ صفت. اینجا برای من noun یا اسم رو به وجود آورده. دقت بفرمایید anniversary. هر موقع معنای اسم رو بده ترجمهش میشه مربوط به، یا به عبارتی از جنسه. پس الان ترجمه میکنم. ببینید از جنس گردش سال میشه چی؟ سالگرد. پس anniversary شد سالگرد. واژه بعدی هست secretary. سیکرت یا به عبارتی تلفظش سیکرت هست به معنی راز، در حالت اسمی تلفظ میشه سیکرتری. سیکرت سیکرتری. سیکرت سیکرت یعنی راز. ARY اومده، ARY ترجمه میشه مربوط به راز. یا دقت بفرمایید، کسی که راز رو نگه میداره که بهش میگه منشی، دبیر. یا توی ورژن امریکایی برای وزیر میگن، توی ورژن امریکن میگن سیکرتری، توی ورژن بریتیش یا بریتانیایی میگن منستر. خب واژه بعدی هست ادورسری. ادورسری بچه، توی این کلیپ فقط هدفمون این هست که پسوند اسمساز و صفتساز ARY رو بررسی بکنیم. مهم نیست اینجا یاد بگیریم ورس ریشه ای است به معنای گردش، یا اد پیشوندی هست به معنای بسوی، یا به یا با. فعلا هدف اینه، جلوتر که بریم اونا رو بررسی خواهیم کرد با هم. پس adversary به معنای چی هست؟ اد شد بسوی، ورس گردش یا چرخیدن، ARY که ترجمهش میشه کسی که. خب ببینید بچه ها، کسی که یا چیزی که به سمت شما گردش میکنه دقیقا میشه دشمن شما، به سمت شما، رقیب شما، به سمت شما گردش میکنه. adversary. adversary به معنای دشمن یا رقیب. یه اصلاح بکنم، ARY بچه ها دوتا معنی میده، جایی که کسی که مربوط به از جنسه، بسته به اون ریشه ها داره، ثابت نیست. ببینید بچه ها، ما این لغت ها رو میبینیم، ریشه هاش رو بررسی میکنیم، باعث میشه بهتر تو ذهنمون ثبت بشه. اگر یه لغتی کاملا جدید باشه شاید معنای دقیق اون رو نتونیم حدس بزنیم با توجه به پریفکس پیشوند، سافکس پسوند و روت که ریشه هست، اما میتونیم تا نزدیکای معنای اصلی و توی جمله اون معنا رو تشخیص بدیم. و یا اگر اون کلمه رو از قبل دیدیم، با دونستن پسوندها پیشوندها و ریشه اون لغت برای همیشه در ذهن ما ثبت خواهد شد. پس adversary شد دشمن، رقیب، کسی که به سوی شما چیکار میکنه؟ ورس میکنه، گردش میکنه. واژه بعدی هست necessary. necessary به معنای ضروری، مهم. اما چی؟ چجوری؟ نه یعنی نمیشه، سس یعنی عبور. مثلا لغت داریم process، کاری فعلا بهش نداریم، فقط بدونیم که سس شد چی؟ عبور. ARY هم دارای خاصیتی که نمیشه ازش عبور کرد. بچه چیزی که ازش نمیشه عبور کرد پس مهمه، یا به عبارتی ضروری هست. necessary نه هم noun هم adjective هست. ببینید بچه، وقتی شما پیشوند، پسوند و ریشه رو یاد بگیری، استرس واژگان رو بهتر میتونی انجام بدی و اجرا بکنی. ببینید necessary تو حالت سسیلابی هست. واژه بعدی هست primary. بعضی primary هم میخونم. primary به معنای اصلی، ابتدایی، اولیه. یادتون هست تو
دوران راهنمایی بود یا دبیرستان، مثلا توی ریاضیات میگفتیم آ به علاوه آ پریم، آی اولیه. بچه هم مثلا پرایم به ریشه اول بودنه، اول. ای آر وام که دارای خاصیته، دارای خاصیت اول بودن رو میگن پرایمری. یعنی چی؟ ابتدایی، اولیه، اصلی. واژه بعدی هست پریلیمینری. پریلیمینری، پریلیمینری، پریلیمینری. پری یعنی پیش از، لیمین همون لیمیت، البته ورژن فرانسویش هست به معنای آستانه، محدوده. ای آر وای هم یعنی دارای خاصیته، دارای خاصیت پیش از آستانه. اوکی؟ دارای خاصیتی که پیش از مرز و آستانه است. ابتدایی پس، مقدماتی، یعنی پیش از اینکه بره وارد مرحله دیگه بشه. فرضاً شما توی پایه هستید، پایه ابتدایی هستید، میخواید برید راهنمایی، دقیقاً سر این مرز. میگن چی؟ preliminary، ابتدایی، مقدماتی، پیش از اون حد. اوکی؟ خب اینم از پسوند ARY هست که هم میتونست اسم برای ما بسازه، هم میتونست صفت. بریم سراغ کلیپ بعدی.